پرتبا میلاد فخردینی انجام میده. توپ دوباره میرسه به خود میلاد. گوشه زمین توپ در اختیار داره فخردینی. اعتقال به خطه هند دارن خسرو حیدری و ننزیچ که از دروازه بیرون میاد و توپا در اختیار میگیره. سبه بلند از ایگور ننزیچ. حنیف عمران زده خسرو حیدری کنترلش خوب نیست. امیر منوچهری تو میندازه به محمدی. خود مهرداد محمدی وارد محوطه میشه. پاس کاتبک خوب این زد و پای چپ چه گل خوشگلی زدن بازیکن راهان. بهادر عبدی حساب کار یکیچ میکنه. چقدر خوب این مهرداد محمدی. دقیقه فکرم 12 مسابقه است راهان یکیچ جلو میفته. تاثیر سرا با هم خواهیم دید. کاپیتان تیم راهن بهادر عبدی با هم نگاه پاس رو به بیرون از محمدی. این زبه پای چپ توپ خورد دست رحمت ما نتونست اثر بیشتری روی توپ بذاره و این توپ از داخل محوطه جریمه توسط بهادر عبدی حساب کار یکیچ میکنه به نفع تیم راه آهن. امین منوچهری یه باسه بلند پشت مدافعان. چه سرعتی. یه موقعیت در محوطه پنالتی. اعلام پنالتی. کارت چرنگی زرد. کارت زرد برای حنیف عمرانزاده. دقیقه 20 مسابقه است. چقدر سریع هم بازیکن راهن و البته چقدر کندن مدافعای استقلال. همه رو میگه برن عقب. این لحظه است که اینجا دست گذاشت. بازم روی مهرداد محمدی و همین دست گذاشتن کفایت کرد برای زرگر که پنالتی سخت گیرانه رو بگیره. ببینیم پنالتی رو کدوم یک از بازیکن‌ها میزنند. حنیف عمرانزاده میگه بیرون بود. یعنی خطا بودن خودش قبول داره. داره میگه بیرون بود ولی تو بود اگه قرار باشه خطا باشه. استرندوال پشت توپ قرار گرفته. مهدی رحمتی چسبیده به روی خط دروازه ایستاده و پشت به زننده ضربه. سباستیان استرندوال بازیکن فنلاندی ضربه رو میزنه و خیلی راحت گل دوم رو برای تیم راه آهن میزنه. نتیجه عجیبی رقم خورده. استقلال که سردنشین هست در این هفته و سردنشین خواهد موند. 2-0 بازی رو به راهن باخته. آقای حنیف رو صدا میزنه. خود حنیف هم داره میره سمت پرویز مظلومی. این پنالتی که خلاف جهت رحمتی در دروازه قرار میده. چه هفته پر پنالتی هم هست این هفته. فکر با این ضربه‌ای که به گل تبدیل شد شدن نصف تعداد پنالتی که گل شدن. 5 دقیقه زمان بازی گذشته. خود ننزیچ توپ میبره به سمت راست. کار دفاع راستش رو سخت میکنه و توپ بلافاصله بازیکن استقلال میرسه. یه باز پشت مدافع آن موقع تایی بازی کنه. استقلال از دروازه بیرون میاد و پنالتی گرفت داور. ننزیچ پاورش نمیشه این توپ
پنالتی اعلام شد و بعد کارت زرد هم نشون میده، حرکتی که سجاد شهباززاده انجام داد. آقای زرگر میگه به خدا دیدم که زد، این سجاد شهباززاده است. توپ که خورد به ننزیچ، بعد از اینکه خودش رو زمین انداخت و پنالتی برای تیم راه آهن، برای تیم استقلال گرفته میشه. خیلی پنالتی به نظر نمیرسید، توپی که سجاد شهباززاده خودش رو انداخت زمین. امید ابراهیمی پشت توپ قرار گرفته، ببینیم استقلال میتونه بازی برگرده یا نه. امید ابراهیمی ضربه رو میزنه و توپ توی دروازه قرار میگیره، حساب کار 2-1 میشه. اختلاف حداقل میرسه با ضربه که امید ابراهیمی میزنه. استقلال 1 راهن 2. دروازه‌بان آبی پوش تیم بنفش میشه، تصویر تلویزیون آبی به نظر میرسه، اما خیلی همرنگ است. این لحظه است که ضربه رو زد، توپ در گوشه دروازه قرار میگیره و حساب کار 2-1 میشه. ببینیم واکنش راهن چه خواهد بود. بازی رو ننزیچ باید آغاز کنه. امیر منوچهری استرندوال پاس بلند پشت مدافعان برای مهرداد محمدی، خیلی آزار داده خط دفاعی تیم استقلال را. میلادش هم که الان این ور اومده، تازه میلاد هم داره جلوتر الان بازی میکنه. آرش برهانی حنیف عمرانزاده، تو به نفع تیم استقلال به بیرون رفته. 2 دقیقه زمان تلف شده اعلام شده. همیشه 10 ثانیه تایمر ما فرق داشت، الان مثل که 15 ثانیه شده تفاوت تایمر ما با کرونومتر داوران که قطعا مال اونا دقیق‌تره. خط استنوار برای جاسم کرار اعلام شده، تو سمت چپ برای دروازه فرستاده بشه. 2 نفر چسبوندن به محمدی، نمیذارن مدافعان جلو بکشن. توپ میاد روی دروازه، ننزیش میاد توپ مش میکنه. خسرو ایدری، ننزیش هنوز روی زمین رو بلند نشد، نمیذاره حنیف نساش بلند بشه. شیطنت عجیب غریب کرد اونجا حنیف. حالا میبرن توپ به سمت راست، سجاد شهباززاده سانت بلند او، این ضربه سر، توپ سرگردان و ننزیچ توپ میگیره و حالا بلند میشه که سری بازی رو شروع بکنه. یه برخورد ببینیم زد یا نه. کارت قرمز، کارت قرمز برای ننزیچ، تموم میکنه نیمه اول به شکلی بسیار تلخ برای تیم راهن. فکر کنم آرنج رو زد، اما خیلی شیطنت داشت میکرد قبلش حنیف عمرانزاده، یکی دیگه بوده منم داشتن شیطنت میکردن روش. آقای خلیفه سلطانی هم ملاحظه میکنید، این لحظه ایست که بلند شد بغلش کرد میثم مجیدی، یه ضربه رو زد. آیا به حدی که یه ضربه رو زد، آره به صورتش هم نزد،
تو مایه ریوالدو فیلم بازی کرد توی جام جهانی که توپ خورد به پاش و صورتش رو گرفت. اما میسم علی صورتش ضربه زد تو شکمش فکر کنم ننزیچ. بازی در جریان بوده اینجا این عجب بازی شده در دقیقه پایانی راهانی که دوید جلو بود و چند تا موقعیت خوب از دست داد یه دفعه شهرش کاملا متفاوت شد. ایگور ننزیچ اخراج شده. مهدی تارتار اومده اومده لب نرده ها. داره صحبت میکنه و احابا یکم بازیکنان رو بیرون بکشه و دوباره تازه نقطه پنالتی هم که بعد مهتاب چون توپ در جریان بازی بوده پنالتی هم اعلام شده برای تیم راهن. چیکار کرد ننزیچ؟ تارتار مات و مبهوت مونده که چیکار باید بکنه با اتفاقاتی که در زمین داره رخ میده. یه سنه قبلش بود قبل از اینکه توپ روی زمین افتاده بود ننزیچ حنیف بغلش کرده بود نمیذاش بلند بشه سر همون فکر کنم عصبی شده بود بعد که عصبی شد چند ثانیه بعدش این اتفاق رخ داد و حالا باید ببینیم که محمد علی رمضانیان چه خواهد کرد در برابر امید ابراهیمی. ده نفره میشه تیم راهن با برجلو صحبت میکنه رمضانیان. تازه الان میگن که کی باید تعویض بشه و بیاد بیرون. رمضانیان که اسمش دوستان تو سازمان لیگ با تازه هم نوشتن باید به بازی بیاد. ببینیم کی از زمین بیرون میکشه. مهدی تارتار سباستیان استرندوال زمین بازی رو ترک میکنه و رمضانیان به بازی میاد. راهن نه تنها یه پنالتی دیگه الان باید بزنن به سمتش بلکه نیمه دوم باید ده نفره کامل بازی کنه. تک تک هم میرن یه چیزی رو میگن به رمضانیان. من چه احساس میکنم سخته ولی امید ابراهیم پنالتی رو گل کنه. امید ابراهیمی در دم دروازه رمضانیان ضربه رو میزنه. چقدر خوبم زد ضربشو امید ابراهیمی. حساب کار 2-2 مساوی میشه. داش میگرفت توپو رمضانیان. چه روحی هم بهش میدن بازیکن راهن. بازی دویچ برده رو بد جوری وا دادند. این ضربه که امید ابراهیمی محکم و پر قدرت میزنه داشتم میگرفت توپ رمضان اینقدر محکم بود توپ بین دوتا دستش رد شده در دم دروازه قرار گرفت. انصافا داشت میگرفت توپ. این ضربه امید ابراهیمی است اینجا بین دست حتی خورد حتی به دستش گرفته شده. این توپ قبلی است. توپ زد بازیکن راهن دیو سالار. این هم صحنه قبلیست که این یکی هم خطا
نبود این سحر کرد بازیکن راهن در مقابل دروازه و گل سوم میزند. گل سوم برای تیم راه آهن در میانه ناباوری همگان زده میشه. فرشاد فرجی بازیکن گمنام تیم راه آهن، تیم ده نفره راهن 3-2 جلو میندازه. میره در آغوش محمد رضا مهدوی هم قرار میگیره. از فضای پشت دفاع چپ تیم استقلال استفاده کرده، اینجا میره این ضربه رو به زاویه مخالف میزنه، توپ در دروازه قرار میگیره. این توپیست که خورد به دست رحمتی، معمولا این گلا رو نمیخوره مهدی رحمتی. در این سن بازیکن استقلال هر چقدر این هفته بازی لیگ کم گل و کم حادثه بوده، این مسابقه جور همشون رو داره به تنهایی میکشه. در این سن بازیکن استقلال در محوطه جریمه کار گره خورد، اونجا همه دارن میخورن زمین و این توپ که توی دروازه قرار میگیره. چه خبر بود اینجا؟ گل سوم برای تیم استقلال. آرش برهانی دوباره کار رو به تساوی میکشونه. استقلال 3 راه آهن 3. بلافاصله استقلال کارو مساوی میکنه. با هم نگاه میکنه شلوغ بود در محوطه جریمه و این چرخش و این ضربه که توپ در گوشه دروازه قرار میگیره. خود آرش توپو کشید و برد اون ورا، اینجوری دروازه رو باز میکنه. 3-3 مساوی.